سوال تو تلگرام هست، میپرسم ازتون آقای دکتر. عزیزی پرسیده که قبلا برنامه های شما رو دیده و یک سوالی داره، میگه که در یکی از برنامه هاتون اگر درست فهمیده باشم فرمودید کسانی که به یک نیروی بالاتر مثل خدا و فرشتگان معتقدند میشن قسمت خاصی از مغزشون مشکل داره. من یک بچه یک ساله دارم، چطور میتونم جلوی این آسیب رو بگیرم، اون هم در جامعه ایران؟ بله، سوال مشکلی هست. بله، ببینید، آدم ها به طور کلی دو دسته هستند. یه عده هستند که نیمکره راستشون بیشتر غالبه برای فرایند اطلاعات سطح بالا، یه عده هستند که نیمکره چپشون غالب هستش. اینا نیمکره چپی ها اونهای هستند که سیستم تفکر آنالیتیکشون قوی هستش. اینا هستند که در نهایت بیشتر به سمت علم و ریاضی و نوشتن موسیقی و کارهایی میکنن که نظم زمانی داره. ولی اونایی که نیمکره راستشون قوی هستش، اینایی هستند که بیشتر درگیر فرایندهایی هستند که احساسات درشون خیلی زیاد هستش، مثل هنرها، و دین هم جزء اینا هستش. حالا پرورش دینی باعث میشه که پرورش دینی از طریق شرطی شدن اجرایی، اوپران کاندیشنینگ، به شما میقبولونن که اگر به این باورهای دینی، حالا خدا باشه یا روح باشه یا هر چیز دیگه، نهادهای بالا، اگر به اینا باور داشته باشید شما بهتون پاداش خیلی خوبی میدن. اگر دقیقا همین دستورایی که ما میدیم که خودشون خلق کردن اولیا دینی، به شما 72 تا حوری میدیم، یا اگر نکنید به جهنم میبریم و تا ابد میسوزونیمتون. این تیکه پاداشی از سیستم پاداشی استفاده میکنه، از سیستم، و چون احساس زیادی درش هست باید در نیمکره راست فرایند بشه. به این جهت تعلیمات دینی که به ماوراء طبیعه یا مادون طبیعه یا هر چیز دیگه از طریق همین شرطی شدن اجرایی یادگیری میشه، در سیستم لیمبیک طرف راست شکل میگیره. و حالا اگر این سیستم لیمبیک طرف راست در اثر آموزش و پرورش اجتماعی خانوادگی در یه آدمی رخ بده که نیمکره راستش فعال هستش و سیستم تلقین پذیریش مخصوصا قوی هستش، این سیستم لیمبیک تقویت میشه و راننده اصلی تفکراتش میشه و غلبه میکنه بر قشر حدقه پیشانی طرف راستش که مرکز اصلی عقلانیت هستش. و وقتی که با واقعی مواجه میشه، بیشتر این سیستم لیمبیک هستش که غلبه داره و واکنش نشون میده و باعث میشه که بر اساس باورهای دینی جواب بده. من براتون یه مسئله میزنم. آقای جلیلی رو فرستاده بودن برای مذاکرات برجام. این آقای جلیلی تفکر علمی نداره، رشد کرده که با دین فکر کنه. من شنیدم هر دفعه که یک مسئله پیچیده‌ای در برجام پیش می آمد، آقای جلیلی می آمد بیرون از اتاق، زنگ می زد به یک آیت الله در قم و استخاره می کرد و اونا بهش می گفتن که این آیا این خوبه یا بد هستش، و نتیجهش همین شد که الان باش مواجه هستیم. گوش میدین، این همه تحریما نتیجه همین رفتاری شد که از آدمی سر زد که سیستم لیمبیک دینیش غلبه داشت بر سیستم عقلانیتش یا بر سیستم علمیش. درست؟ حالا این شما اگر بخواید بچه‌تون به این سیستم لیمبیکش در محیط دینی ایران یا افغانستان روش نکنه، باید مرتب برین واشش کنید. یعنی هر چیزی که در آموزش و پرورش به خوردش میدن سعی کنید خنثاش کنید و با علم و منطق اینا رو از ذهنش خارج کنید. این وظیفه ای هستش که پدر و مادرها دارن که در بچه هاشون حتما اجرا کنن، و مخصوصا کتاب های دینی رو که بهشون میگن بیارن جلو بچه و باشون استدلالی، وقتی که بچه به اون حدی رسید که
استدلال میتونید باش استدلالی صحبت کنید، اینا رو از ذهنش خارج کنید، به شرطی که خودتون به اندازه کافی اطلاع داشته باشید و بچه رو دوباره گمراه نکنید.